برای یوتیوب سلام عرض میکنم بهتون سوال اقتصادی هستم امیدوارم که تا آخر برنامه با هم باشین تا آخر برنامه نبودین گرم که اینجا هستین آقا امروز یه برنامه سم دارم براتون امروز میخوام یه خوی از کرکترها رو بهتر کنیم من که توی برعکس خیلی ایرانی مخصوصا نوتیس کردم البته میتونم زر بزنم چون چون من با بچه‌ها با خارجی شات اون لول کار نکردم زیاد چون اونام باشه دیگه حالا این دو قرون بنده واسه این داستان یکی اینکه آقا من چیزی که کردم آدمای ایرانی میان یعنی یه حرفی رو میزنن حالا روشت فکر نشده شاید مثلا چون اون لحظه میخواد مخ من رو بزنه این حرف رو میزنه حالا من نوعی یا مثلا میتونی توی رابط میتونی توی جایی میری میخوایم مثلا با اون رو, رو کار کنیم بعد میگی که تو میتونی روزی 18 ساعت کار کنی میگی آره میتونم 18 که چیه من 20 ساعت میکنم 4 ساعت بخوابم من بسید تو میتونم فرش مثلا از اینجا تو شمال رو کنم این چیزی که من دیدم بعد که ببینی بایر تو کار 7 ساعت رو نمیتونه جمع کنه مثلا 8 ساعت یه بچه 4 ش... تا شروع می‌کنه 8 ساعت کار کردن بعد من اینو نمیفهمم که چطوری میشه یه انسان بیاد یه چیزی رو بگه خودش بگه که آقا من روزی 18 ساعت کار میکنم بعد خودش بفهمه که حرف اشتباهی زده حالا مثلا مثال راحت‌تر واقعیت‌ترشو بزنم یکی میاد به من میگه آقا بیا تو بیزنس با من کار کنیم 20 درصد بیزنس مال من 80 درصد مال تو و این کار رو میکنیم اینجوری اینا تو لازم داریم برای این کار تو لازم مثلا میخوام یه کمپانی تی میخواد بزنه ولی چون من مثلا ویدیو درست میکنم می و نمیدونم مارکتینگ شما دی بلدم و بک اند بیزنس هم بلدم پاردن خیلی خوبی ام بعد این کار رو, رو هم میندازیم گندش میکنیم بعد مثلا بعد از چه میدونم دو سال حالا معمولا کمتره به موفقیت میرسیم بعد یه روز میای میبینی یارو مثلا دیر اومده سر کار مثلا زود میره یادش میمیدی خوب داره کار نمیکنه بعد بهش میگی چرا اینجوری میکنی میگه میخوام با حرف بزنم بعد میشینه اینجوری که مثلا انگار تو ننش و گایدی آره ببین من و تو با هم هر روز مثل سگ کار میکنیم اینا خب آره آخر ما مثلا 20000 دلار در میاریم تو 16000 دلار میبرید خونه من 4 تا میبرم این خیلی آنفره میگم میفهمم ولی مگه من اومدم اینو آفر کردم تو اومدی اینو گفتی آفر تو بود چجوری جوری الان ناراحتی از این موضوع به این من میفهمم یه آدم روی نادونی روی اون لحظه به اشتباه بی تجربه هر چی یه چیزی رو میگه که به قول معروف میگن یه چک مینیویسه که کونت نمیتونه کشش کنه اینو میتونم بفهمم ولی الان که دیگه این چکر رو نوشتی با هم, هم داریم کار میکنیم داره در میاد تو باید بگی که آقا من اشتباه کردم باید به یارو میگفتم فلان سال پس باید مسئولیتش رو قبول کنی یعنی باید بگی خیلی خوب من الان داره به مثلا الان آنفر شده برم چون من الان دیگه خودم تجربه سویل رو پیدا کردم خودم میتونم همین کار رو بکنم پس این درست نیستش که سویل الان داره اینقدر پول میبره 80 درصد من 20 درصدش رو من میخوام بیشتر کنم این فکرت کاملا قبول قبول درستم هست ولی وقتی خودت اومدی آفر کردی دیگه نمیتونه جبش حرف بزنی بعد بگی اه گوی خونم چقدر بد بود که دو سال پیش بی تجربه بودم خوب شد از این یاد گرفتم دفعه بعد بخوام با یکی بیزنس بزنم اگه هیچ وقت نه پس الان اگه من 20000 دلار میخوام بعد یه کاری کنم که این کمپانی 100000 دلار پول در بیاره من 20 رو بعد دارم برای خودم میفهمم تو سن 80 تا میبره ولی من به 20 خودم میرسم هیچ کی تو دنیا اینو اینجوری نمیبینه همین این خارگساری 16 تا میبره چیزی که من آرزومه چیزی که من 7 سال یه کار, کار کنم بهش این الان هست منم دارم براش فراهم میکنم این آیدیا اوکی ما در جندا با این آیدیا اوکی بشیم من نمیفهمم چرا قبلتون موقعی که احتیاج دارین کمک رو لازم دارین پوشه رو لازم دارین همه این چیزا رو یادتون میره وقتی که به موفقیت میرسیم انگار عقب اتفاق نیفتاد بعد این خوراک ایرانیاست آفر میدن من این کارو میکنم اون کارو میکنم بعد نمیکنه یارو میاد مثلا اینستاگرامو میگیره میگه آقا من هر روز اینو آپلود میکنم ویدیو آپلود میکنم پنج روز میکنه روز ششم نمیکنه خاکسته من میام اینستاگرام میبرم به اون دنیا پنج روز 500 روزم بکنم روز 500 یک کم آدم کیری دیگه پنج چی داره راجع به تو میگه من واقعا برام عجیبه که چه جوری میتونن آدما این این موضوع رو نبینن و من گفتم که خیلی خب ما که داریم در واقع میایم یه سری خاص رو روش صحبت میکنیم و بهتر میکنیم و این امروز چیزی بود که تو مغز من زد صد در صدم هم که همه میدونیم یه چیز شخصی بسید من اتفاق میفته معمولا و من اینو میام با دهها باری قبلی که اتفاق افتاده میگم خیلی خوب پس این یه موضوعی که ما داریم شاید کسی راجبش حرف نمیزنه خیلی میام میان بهت آفر میکنم آقا من برات این کارو میکنم ولی بعد دو روز بعد خسته میشه میکشی زیرش فلان بسار. آقا وقتی صحبت میکنیم پای حرفتون وایسی من نمیتونم بفهمم چرا وقتی که تو پایینی یه چیزی رو صحبت میکنیم بعد که میایم بالا حالا میخوای عوضش کنیم بعدش هم قبول گفتم گفتم آقا این حرف درسته تو میخوای عوض کنی برنامه تو قبول عوض کن بیا بگو که من یه روز با من بیا توپ کار کن بیستا رو بکن سی تا بعد بیا منو بشون بگو سوه ما وقتی داشتیم بیستا در آوردیم، من این اتفاق واسم افتاد بعد گفتم یا میتونم مثل همه آدما کسکش باشم یا بیام نرمال و بیزنس ماینده قوی باشم پس میام چیز میکنم زر میزنم پوش میکنم بیزنس میسونم به سی بعد که به سی میام با سوئیل یا پاردنم صحبت میکنم میام میام خب جونم عزیزم چی الان چی شده که ده هزار دلار وایستدی گین میکنیم ما بیزنسو رو پنجا کن تو با هم بگی تا میچم الان خوشحال تر و ایگر ترم تا بدم تو, تو چی میخوای من بگی بعد تو به من میگی که ما وقتی ما این درست کردیم خب پولی در نمی و خب تو خیلی بیشتر تجربه داشتی من به همه اونا لازم داشتم فلان بسار الان هم مثلا ما داریم دو سال شیش ماه سه سال داریم کار میکنیم من فکر میکنم پرداخت کردم به تو چون مثلا 16 تا میذاری جیبت مثلا ده ماه هم گذشته میگه من سرش از دو به تو پول پرداخت کردم سه سال شده 400 دلار به تو پول پرداخت کردم پس یه جوری من از به قول معروف شرمندگی تو درآمدم با زحمات اولی که کشیدی کمپانی هم که دیگه الان من میتونم ران کنم میشه این درصد من یه خورده ببریم بالاتر بعد یه چیز منطقی ها 10 درصد بیشتر 30 درصد بیشتر چه بگم آقا من 20 درصد دارم میخوام 30 درصد شرم بره بالا بشم 26 درصد تو کاری نداشته باش که 6 درصد چیزی نیست تو بگی من 30 درصد دارم بیشتر میگیرم همه میشه آدمو دنیا رو میخواد چش طرفش ببینن یعنی یه بیلیون رو میبینه میگه خب تو که یه بیلیون رو پول داری یه ملیون مده به من دیگه میدونی اینجوری نباید چه دنیا نگاه کنی همه اینجوری نگاه میکنن ولی نباید اینجوری نگاه کنی تو باید بگی آقا من الان مثلا اگه گارسونم سهیل جاکش بده غذا بخوره 5 دلار به پنج دولار من تیپ میده ولی یه بیلیونر بیاد به من میگه 100 دلار بده ولی تو خواهر گفت این میتوس به من 10000 دلار بده چیزیش نبود که یارو اومده بود چیزیش میگفت جف بیزوس 25 میلیون دلار پول داده به فلان چیز کمک کنه میشه صفر ما صفر دو هشت درصد از پولش یعنی اگه من بخوام اینقدر کمک کنم به یادم باید برم ازش پنج دلار بدزدم <applause> ولی این حرف احمقان است جوکش فان... فانیه ولی نه کس از بیس میلیون دادم تو بیزن بره پنجاه تا سوپرکار کستخار بخره ماشین کیریش رویز رویز بود <applause> چی میگم؟ پنج با از پل بندازه پایین بگه چون میتونم خیلی مثلا بعد مثلا ناراحت میشم میبینم که عکسیت جامعه اینه خب برای عکس نظر شما چیه نظر من درست میگی حالا جدا از اون که یوهو ملت تایی دیل یوهو میکشن بیرون اون هیچی بعد اینجا لغتی داره میگه گس هم میکنن گس لایت یعنی این که اصلا یه کاری کردی مثلا تو کار خوبو کردی ولی اونا تقصیر رو گردن تو این کارم من فکر کنم زیاد بیشتر توضیح بده یعنی اینکه مثال مثال از کوونه در خب مثال از, از کونم در بیارم اوکی. مثلا شما یه کار مثلا خیلی خوب میکنی برای یه نفر و مثلا هر روز مثلا یه جایی میخواین برین با هم مثلا راهتون یکیه مثلا یه رو سوار میکنی بهش یه رایت میدی میبریش بعد یه روز مثلا نمیتونی بعد و نمیتونی پیک کنی بشکن یا بهش بگی نمیتونم من پیک کنم بعد میگه چرا مثلا نمیتونی مثلا تقصیر تو تو باید مثلا هر بعد دیر رسیدم سر کار آره اخراج شدم تقصیر تو آها آره یه دوست داشتم همین به من میگفت میگفت ام... می میگو... به من میگفت میگفت تو همه آدما رو لوس میکنی گفتم چرا میگفت مثلا میام خونه تا در میرسم یه از بیرون ماشین سفارش میدی پیتزا میگیری نمیدونم علف رو رول میکنی میذاری اونجا مشروب و باز میکنی گیم میذاری مووی میذاری من تو خونه خونم که عشق میکردم توی بیست سالگیم دو دوتا تلویزیون گوش بودم بغل هم سال مثلا دو هزار و شیش هفت تلویزیون شست و داشتم هر که من تو خونم میگو واتش اصلا پشماش میدید بعد دوتا بغل هم خلاصه من میگو اگه ای روز بیام خونه یک از اینا بهم دادی شاکی میشم از میگم که مثلا مسخره کردم ما رو خونش به ما گل نمیده فکر کنم چی من گل بخرم مثلا گل ببرم اینجوری از چی آره اینی که تو میگی این هم خب اتفاق میفته ولی کلا من اینو میبینم که آدما میان توی اون لحظه که هیجانیت میخوان دیل ببندن این چیز چیزا آفر میکنن بعد که میگیم که اوکی مثلا آدم هیجانی میشه مثلا مثلا میگم و من که اصلا نمیدونم راجبه مثلا کیره خر و یکی میاد میگه سهر بیا با هم بریم کیره خر درست بکنیم بعد من, من میگم نه بعد با میگه بریم کیره خر اینش خوبه اونش خوبه اینش خوبه من هیجانی میشم میگم آخ چون کیره خر و من میدوام دارم مدل پیدا میکنم بعد یارو میاد میگه من راجع به اون درصدی که گفتم مثلا 55-55 راضی نیستم من میخوام مساوی باشم میگم با, با, با کوشش الان دیگه تو اومدی من هیجانی کردی ما این صحبتی که ما هم چجوری پول در بیاریم و گذروندیم ما هم ساختشیم تو وقتی این کارو میکنی خب من الان هم اعتمادم از تو و اعتماد دست میدم که تو نه به حرفات میشه اعتماد کرد نه به مسئولیتت میشه اعتماد کرد نه آدمی هستی که یادت میاد چی گفتی تو معامله هم دیگه نمیکنن اصلا میگن فقط نه این دیل نه که ما معامله کردیم این دیلی که من میگم حالا آره یه سوال کنه بگه مثلا این آره. این یا نه چون احساس حق به جانبی میگیره میگه می یا این یا من اصلا میرم بیرون بعد تو میگی ببین آخه من نمیفهمم وقتی ما هنوز شروع نکردیم تو یه آیدیا رو بردی من هیجانی شدم با آیدیا تو میخوام شروع بکنم بعد تو از هیجان من هیجانی تر شدی بعد میگی او من دیل خوبی نبستم بعد میگه کلش خراب میکنی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بعد من جاکش فقط رفتم دنبال این این دویدم چند تو کار انجام دادم خب الان من رفتم کار انجام دادم تو داری به من نامردی میکنی که وسط کار دارین به من میگی من رفتم با اون ذوق با رو حرف زدم چون فکر می‌کردم 80 درصد این کار مال منه اگه 5 و 5 من قضا نشون مثلا دارم میگم ها <تصفح> تو میاد روزا رو گفتی 5 و میگفتم نه من با 5 و یه پسر پس میخواست با من بیزنس بمنده، گفت بیا همه پولتو بذار بعد بعد از چیزی که پول هفتاد و پنج در آورد 75 درصد مال اون 25 درصد مال من <تصفح> خب من روز رو فهمیدم که این ایده به نظر به من خواهد بود ضرر کنه همش مال منه سود کنه همش مال اونه خب گسخانم گفتم نه مرسی با طرفم هر روز امروز دوستیم تموم شد و یه روز اول من میگم بیا پارتی بزنیم 90 درصدش مال تو بعد یواش میگم پنجا برات میگم هفتم ما گسخو ما هم دعوامون میشد پول منم به گا میرفت برنامه‌ام به گا میرفت ما هم ما هم دوست نبودیم حرف زدن مهمه چیزی که دهن در میاد باید با چیزی که میتونم بفهمم اون لحظه اصلا نمیدونی چه کسچه ای داری میگی چون میخوایی اتفاقی رو داری روی صحنه صحبت میکنی ولی وقتی رو صحنه صحبت کردی دیگه مسئولی واسه اون زری که زدی میتونم بفهم شبابه تو همون گریه کنی بگی چه گوی خوردم و بهترین آیداری زندگی رو دادم به یک کس کشی که داره هشتا در سرشو میبره این قابل قبوله ولی اینکه آدم کونی بشی زیرش بزنی بخوای بری بد کار کنی بری بخوای یکی دیگر بیاری سی هفتاد ببندی این کارا کارت هیچ وقت به هیچی نمیرسی فقط همیشه توی درصد داری بگاه میری آیدیا رو بیا بگی اگه گفتی 20 بگو خیلی خب گوی که خوردم دیگه مقا من برای بزنیم که 400 دلار پول در بیاره چون من دلم می‌خواد مایی 80 دلار بذارم بزنم جیبم دیگه این،, این, قانونشه من یه بیزنس اولش که جوهر ما داشتم یه بیزنس داشتم بعد ام... یکی از دوستای سمی اومد به من, من گفتش که آقا تو رو خدا بیا با یه بیزنس بزن من خیلی پول لازم اینا گفتم خیلی خوب من یه آیدیا دارم این آیدیامه آیدیا رو باش پیاده کردیم بعد گفتم که این آیدیا 20000 دلار پول میخواد بعد 10 10000 دلار کردم تو جیبم در بردم گوشم رو میز گفتم 10 دلار تو بعد بذاری بعد خب مثلا فکر کن دوستم 20 سالشه هان یک دلار پول نداره گفتم من ندارم که بعد اصلا کردم 10002 10000 دلار دادم گوشم رو جیبش گفتم بذار رو میز بعد گذاشت روی میز به جون مامانم اون جوک نیست مثلا فکر تو فیلم دیدم تو فیلم هم اینا رو ندیدی کاری که من کردم یا گوش بده 10000 تا خیلی آره دقیقاً هم ده هزار دلار نه مثلا عددش هم عوض نکردم دقیقاً 10000 دلار اونم هزار دلار اون گوش رو میز اون روی میز 20000 دلار پوله گفتم خیلی خوب این شروع بیزنس 50 50 با هم میریم جلو بگو ایده چیه گفتم ایده که میخوام اینو بیاریم دقیقاً هم سیم دقیقاً هم سیم وارد کنیم سیم اسم اونم سام بود اسم منم اسم گوشیم سوسا اس ها رفتیم جلو گفتیم که خیلی خوب حالا جنس رو چی باید بیاریم گفتم لازم نیست اینا ریسرچ کردم این بهترین فروشنده هاست اینا انقدر فروش داره انقدر سل داره این 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 خب سر از کجا باید جنس بیاریم این کارخونه ای که انتخاب کردم با این کارخونه ها مقایسه کردم این جنسایی که سامپل سفارش دادم این خوب بوده این کسی هم باش کار کنیم خب کجا میخوایم بفروشیم توی ام آمازون لیستینگ هاش همه رو درست کردم اینجوری اونجوری بیزنس لانچ روز اول داره پول در میاره ما اول مثلا چه میدونم 5000 دلار پول در آوردیم گفتم که 2500 تو 500 من این 2500 تو رو من کامل ور میدارم اون 10000 تو رو داری به من پس میدی <تصفح> زیرو اینترست هیچی بعد از 4 ماه 10000 دل دلار پس داد اما پنجم 2500 داریم بهش میدیم بعد یه روز میدم سر کار تو آفیس میبینم نشسته موزیک گذاشته داره داره علف میذاره پاشم رو میزه بعد میگم عکسارو گفتم مثلا آپدیت کن کردی بعد میگه نه میگه فلان کارو کردی میگه نه مثلا یک سال نیم از بیزنس گذشته میگم چرا نکردی چرا درست کار نمیکنی یه راستش بخوای من نمیتونم بیام اینجا هر روز مثل سگ کار کنم بعد با تو مساوی پول ببریم میتونی باور کنی اینو نه مساوی شما بیزینس رو براش تمام شروع کردی تقریبا کجاشون اون کرده پونده مادر هیچ ریسکی نداشته هی... پولشو من گذاشتم اه. آیدیاشو من گذاشتم کارشو من کردم همه کارشو من کردم بعد گفتم مساوی این کونده ماده باید 5 پنج تا آخر اون باید من کار کنه با احترام گفتم آقا 50 50 هرچی پول در میانی با هم مساوی رفتم سر کنم میدم کار نمیکنه کنه آدم. میگه من نمیتونم ببینم تو تو خونه نشستی داری حال میکنی من بیام می اینجا کار کنم یعنی واقعا دمتون گرم که انقدر کسیفین دمتون گم که انقدر کورین به دنیای دورتون و واقعا نیبینین که چقدر احمقین میفهمم الان کسی که در این ویدیو رو میبینن اکسن کسی که اتمنا هرد شدن یا آدم باهوشان و من دارم راجعه اونه که قرار کونتون بزنم صحبت میکنم به ترسین از این مادر سگاه. تمام اینا بسفرندای من بودن یعنی هم رفاقته بود هم انواع آدما بود هم خنگ بود هم باهوش بود هم بابا پولدار بود هم آدم معمولی بود هم مامان دکتر بود هم مامان جنده بود همه جور آدم بود همه این همه من تو همه پیستاتون میگم آقا آدما توشون بده میفهمم همه دوست دارن اون ورش رو باورش روشن من آرزون بود اون ورش بود چون من خودم یکی از خارکستایی هم که اون ورم. اگه منو ول کنی من همیشه میخوام خوب کنم مثلا دیشب ما پوکر بازی کردیم بعد علی دندونش رو عمل کرده با سمی دیگه چون رو قرص بود اینجا خوابید بعد تو اتاق پاشا خوابید بچه ها نیستن اتاق پاشا دوربین داره بعد النا اومد گفتش که سوهل دوربین اتاق پاشا رو خاموش کن من گفتم باره بابا کسخولی یعنی مثلا کسی که منو میشینه باید بدونه که من علائم دور میو نگاه کنم وقتی میبینم اون تو اتاقه خب من اینجور آدمی ام من یعنی من انقدر فکر میکنم تو مغز خودم خوبم که میگم یه یعنی نفر دیگه که زیر دور میموت تو نقطه خوابیده. باید بفهمه که من عمره نمیام دور به نگاه کنم به خاطر احترام به این آدم نگاهمو کاری اوکی اون لا و سمتانم نه من اصلا زحمت نگاه نمیکنم چون میذنی تو نه نشون بدی نه, نه تو پا بده نیستی شکایت هم همین بود <تصفيق> <تصفيق> ولی مردم اینجوری نیستن مردم اینه که اگه به دوربین هر 20 دقیقه ببینم ببینم چیزی الان میتونم ببینم ببینم الان خبریه مردم گوش کس برای کسی هم که الان دارن سریع قضاوت میکنن که چرا پاشا تو اتاقش دوربین داره وقتی بچه بود من گشته بودم که آبی سی چکش کنم ببینم پتروش فلان به سال خوابیده نرم تو تا چون اگه به تو نیم چه خواب باشه بیدار میشه یه سر خای حرف الان هر تقریبا یه ماه یه ماه میشونمش میگم پاشا جون اون دوربینی که تو اتاقت بود برای رفاه تو بود هر لحظه ای که لازم داری به من بگو من ورش دارم پاشام جواب میده من نمیخوام هیچ وقت این دوربین ورش بشه میخوام همیشه اونجا باشه چون احساس راحتی میکنم که میدونم تو داری نگاه میکنی اگه وقت در خطر باشم خب مثلا من به پاشا میگم هر وقت تو بخوای من ورداین ور میدارم هم همینطور به ماموکو گفتم که ماموکو ماموکو من من دور میخوام نمیاد گفتم که اگه میخوای وردارم وردارم چهار سالشم بود گفتش که گفتم میخوای وردارم وردارم و گو آره وردار برفتم بازش کردم و دیوار نرده بون و گردم و سخ کردم اونم پایین اونم پایین من دوربین میخوام میگم وا دیوونه تو گفتی نمیخواد. نه من دوربین میخوام اونجا نباشه اونجا باشه گفتم دیگه کون نده اگه دوربین میخوای رو سقف نه نه گفتم که بزوسه گوشم سقف دیگه اون دیگه میخواد اون ولی ورداشم رو احساس که من میخوام باشه یعنی من کرم نمیزن بهشون و واقعا نگاهشون نمیکنم حتی چیز جالب بگم النا خانومم گفتش که میشه این اپو به روی تلفن من که منم بتونم چک کنم گفتم نه به گفت چرا یعنی چی گفتم چون تو بی جنبه ای تو از اون که هر یه رو وسی نگاه کنی فوزولی کنی ای پاشا اینو دیخ زمین ا مومکو که تو دماغش گفتم من نمیخوام فضولی کنم بهشون من شب که ساعت 11 خواب نمیش نگاه کنم ببینم خوابیده اگه خوابیده من پتو بکشم روش اگه نخوابیده نرم تو تا که بیدارش کنم میخوام وقتی دارن سایه تق و میاد نگاه کنم ببینم خوبه بودو هم تو اتاق یا آروم برم تو تا من باز این دلیلا میخوام تو آدم معمولی هستی تو کسی هستی که اینو در میاری شو میکنی فزولی کردن آخه یه بون اولای اول که مثلا با هم بودیم دعوامون شد بعد مثلا دوشنبه دعوامون شد و من چهارشنبه یه چیزی شد میخواستم اتاقو ببینم بیرون بودیم بالا نا گفتم مثلا تو اتاق چک کنم تو اتاق جا گذاشتم بعد تو اتاق دیدم دوربین واس نیست بعد میگم ا النا دوربین واس نیست میگه او آره من من قطعش کردم میگم چرا قطعش کردی میگه دوشنبه که دعوامون شد قطعش کردم که تو تو من نگاه نکنی دو من بیرون 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 تو گفتم من سایکو کنم گفتم من بیرون میشم تو نگاه کنم خودت من اتاق اون بیرون که نه قیافه تو ببینم اگه میخواستم ببینم که تو اتاق میموندم میدونی ولی میتونم بفهمم که 99 درصد آدم ها اونی که میشین نگاه میکنم ولی من واقعا نگاه نمیکنم به خاطر احت... شد دلم بخواد نه شاید دلم میخواد خیلی موقع با هم قریم مثلا دو بود نیدمش در الان داره ناراحته یا داره میخنده فقط فضولی بعد میگم نه این درست نیست چون اون دور رو تو نداره من نمیتونم این کارو با میکنم نمی و نمیکنم تو زندگی هم نکردم هزاران بارم بوده که شده سناریویی بوده که میخواستم نگاه کنم نکردم چون گفتم این نیست تنها باری که کندارم تو بفرمایشان بود اونم مثلا میخواستم بکنم من میخواستم تو ماشین میخواستم چیز بذارم رکوردینگ دیوایس بذارم ببینم تو ماشین چی میگه چیه زدی و نیم رو مثلا یا تو راجع به حرف میذارم نگاه میکردم بعد استفاده کردم مثلا هم نسیم هم فرهاد روجب به نمک قور زدن خب بعد که من سر میز برای دسته گفتم بچا راستی من خواستم بهتون بیان حرف بهتون بگم من نمک همیشه کم میزنم چون که نمک کم بخوری به و اینا بعد بهم پوینت گفتم و اصلا همین کوچو نمیگفتم کوچو یه دونه پوینت از دست بدم بعد با, با نیکی مساوی نمیشدیم اول نمیشدن ولی خب مثلا اون برای در واقع گیم بود منم تو گیم تمام چیزی که بتونم استفاده کنم استفاده میکنم اعتراف کردی که الان تعلب کردی تو او به... بهترین به تیام بود از در خونه که داش میرفت بیرون گفتم که مطمئنم مثلا داشم با هم حال میکردیم من گفتم که آره دوربینارم که مثلا دیدی همه خونه است. بعد یوتیام دوری شد چون دقیقه بود نه نکردم بالا ولی خب مثلا حال کرد یک دونه ببین یک چیزایی داشتم پرسنه که نمیگم به هیچ کم تا نگفتم چیزایی بود دیدم تو همین فوزولی که داشتم میکردم ببین مثلا فوزولی حال میده دیگه یه بار کردم اش کردم ولی واقعا یه بار کردم زب نکردی؟ یه دونه رو کردم یه دونه کردم که اتفاقا هیچ کی تا دنیا نهیده تش تو چنل <applause> نه چون <ام تصفيق> او نه اپروپریتی نیست پرایوسی تیامه okay. همه چیز یه جوک میگه جوک با مزه میگه منم کم چون جوکش با مزه okay. است کل ویدیو یه دقیقه اونیم با اون پسره که کار نور میکنه با <applause> هم یه جوک میگه فانیه ولی به خاطر ریسپکت به تیام و پرایوسیش نشم من تو اگه بدی من چه ویدیوهایی دارم از کل این بچه معروفا ویدیوی خنده ویدیوهای کونلوخ ویدیو همه جونم هم خاطره دارم هم عکس دارم هم ویدیو دارم یه سوتی بدن سریع هم نه سوتی هم دادن uh, اصلا برای همینه که no, برای همین اجازه میدن که بگیرم تنها okay. کسی که تلفن میتونه راحت در بیاره هر لحظه بچه ها فیلم بگیره منم چون میدونن کسی هم که سوتی داده زیادی هم سوتی داده mm -hmm. من پتش نکنم در صورتی که هم وحشیگری میگفت پتاشو بریز روی آب هم انتقام جویی میگفت پتاشو بریز روی آب هم پیشرفت من خیلی قوی میشد یهو واسه دو در روز همه راجع این داستان صحبت میکردن کلی منو توی پیشرفت هم کمک میکرد ولی من نیستم اون آدم یعنی از نظر فکری علمی ریاضی بری جلو همه جوره من باید میریختم ریاب چون گفتم اون شروع کرده اون دروغ گفته من دارم تمومش میکنم با حقیقت پس اون دوتا بعد من دوتا خوب اصلا دو کست ننت خیلی راحت نیستم واسه خودم منطقیش کنم که چرا دارم این گوه میخورم برای من فقط سود داشت چون دوستیم تموم شده با طرف دیگه دوستیم هم دعوامون شده دیگه دوستی وجود نداره پس من هیچ چی دیگه با اون ندارم الان میتونم یه بم بزنم هم اونو بگم هم خدا معروف کنم ولی نه اونو گاییدم نه خودم معروف کردم یعنی برای من اون لحظه وین وین بود ولی چون گایدن اون چیزی نیست که من دوست دارم اسوشیت باشم باهاش نکردم من دوست ندارم آدم رو بگم من دوست ندارم پشت هم حرف بد باشه منعروف حرف معروف هم برای چیز بدی معروف شدی برای چیز که معروف نشدی نه میگم حق من بود دیگه او اوکی چون که آقا این آقا اومده این حرف این حرف این حرف, این حرف زده صداش هم پخش میکردم گفتم اینا رو گفته این تهمت ها به من زده من که هیچ گویی نخورم حالا بذار بگم اون برگشته به من میگه تو فلانی بذار نشون بدم که این خارکسته فلانه دو تا ویدیو طرف که دوست دختر داره با دختر دیگه باشه نشون بدم فیلمه باشه به گاه بره همه هم میگن که اوکی سوال کرد ولی خب حقش بوده چون اون شروع کرده اون بیهترامی کرده تازه سوهل اون اومده کوشر بار من کرده وقتی من زن دارم بعد من بیام حقیقت رو فاش کنم وقتی اون دوستو دو داره خیلی واسه من آسان تر بود این آه. کارو کردن اون خیلی کار قوی تری کرده بود و بی تر و کیری تر هر چی که بشه بذاری ولی من نکردم من یه آدمی نیستم من آدمی نیستم که آدم‌ها رو بگم برای اینکه من کلا 100 سال زنده هم و من هیچ تأثیری تو این دنیا ندارم یعنی من چنگیزخانم باشم بودو هم باشم هیچ فرقی نداره جفتشون میبینن و بگاه میدن و خاطره میشه و هر چی هرکی میخواد که میگی بودا کیری که میگی بودا خوبی که میگی چنگ نوت خان خوب بودی که میگی چنگ نوز کیری هر هرکی میتونه باور خوش داشته باشه من ای که اینجا نمیتونم تو فکر این باشه که من یه نفر گاییدم هم. همین پوکری که بازی میکنیم خود تو یه دفعه اشتباه فکر کردی فکر دو دفعه پول ور و وسط میز مثلا اون من ناراحت <تص> کرد <applause> نه به خاطر اینکه تو حواس جمعه به خاطر اینکه تو اصلا به خود این فکر رو دادی که امکان داری همچین کاری بکنه <applause> من این که میام وقتی میبینم دارم دوبی میزنم صدای چیچینگ چی ظرف رو میشنوم میفهمم آمین دو میام میام آمین من ورداشته بودم برش کردم <applause> میدونی من کرکترم اونه ولی تو دنیای تو زندگی میکنیم تو کسخل نیستی تو نرمالی ولی واسه من خیلی سخته این دنیا میفهمی چی میگم نه <applause> درست <applause> <تص چون من همش اونوری ام هم. بعد همه اونوری هم. میام بابا اون و حقه وسط باشین ولی خب دروشین بازی میکنیم با پوکر دک کار یه دقیقه رفت زیر میز اومد بالا یکی بر بخوره کار دستم مثلا نیفرم یعنی چی یه دقیقه هم نه پنگ ثانیه کلن بر یه ثانیه فقط نیفهم. دو دفت... اصلا من تو بازی نبودم کارت <laughs> 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 دستم اونجوری نه کردم این و نه کردم منتظر بودم بچه بگن کار کارت بدم بگن کال دو فود کار دادم اصلا مهم نبود بعد اصلا داش سکته میکرد میگفت کارا رو باید برد بزنین من گفتم کوسه من برد نمیزنم برم نزدم آخرش ولی بعدا فهمیدیم که طرف مثلا سه ماه از ایران اومده تو ایران مثلا ده جور کردن تو پاچش کارت شافل کردن یارو کارت میچیده پی تی داشته آفرین <تصفح> تقسیم بند بنده خدا نبوده مثلا کارت میافتیم زیر گفته الان یه نفر اومد مثلا کارت ها اصلا عوض شده زیر میزین دستگاه داشته تو اون دنیا بود خب من اصلا نیتم چیز داره بفهمم چون مثلا تو یه دنیا چیلکس بیا با هم عشق بزنیم و با هم دوستیم و اینا نمیدونم آقا برابکسی که با من وقت بوک میکنین برای بیزنس کوچینگ و این حرفا واقعا ازتون ممنونم نه به دلیل اینکه به این پول میدین به دلیل اینکه وقتی حرف میزنم و میبینم چقدر شماها یهو هیجانی میشین و به چیزی که واسه من خیلی ساده است تو مغز من براتون هیجانی و میگه او من اینو بهش فکر نکرده بودم what the این چقدر خفنه او بودم برم این کارو بکنم اینقدر به من به عنوان یه انسانی که تمام من تمام زندگیم دو تا آرزو داشتم یکی اینکه کامیدین بشم یکی اینکه بیزنس کانسالتنت بشم یعنی برم توی مغازه بگم خورکسته برای چی اونجا خورشید زدی چرا در ورودی اینجوری نیست چرا گازتو گوشی اینجا بذار اونور چون میدیدم یارو اشتباه واضحه و, و هر بیزنسی رو که میگفتم او خوب زده گنده میشه هر میگفتم این اشتباه کرده میخور زمین به منم خودت یه کمک کردی من بیزنس موبل دارم موبل مثلا دست دوم میفروشم و گفتی که روش مثلا بعضی ها سنگ قدیمی روش کاور بزن مثلا اوه آره نمیدونم آره گفتی مثلا یه چرم ریزی مثلا یا مثلا روکشی روش بزن مثلا گرونتر میتونی بفروشی و جواب دارم. نایس nice. اگه خواست یه لوکیشن برای بیزینس تایید شده کار میکنه ساعت ترسا نه دوستای اصلا سر همین شد چون من دوستای دوربارم انقدر این اتفاق افتاد و آدم های مثلا خفن حالا مثلا خودمون که مثلا کارای کسکرک که کوچیک میکردیم مثلا آدمی که مثلا میگم داره برج میسازه با مثلا قوی ترین کمپانی مثلا داره کار میکنه بعد از اینکه کمپانی پروژه رو فاینالایز کرده اومده به من نشون داده گفته سو نظرت چیه بعد من هفت تا گرفتم از این <applause> بعد برگردونه پیش به یارو رئیس کمپانی بزرگترین ادورتایزینگ ونکوور اون برگشته بهش گفته کدوم خارکسته ای به تو اینا رو گفته بهش بگو من همین امروز استخدامش میکنم و اونم گفت این واسه کسی کار نمیکنه لشه ولی فیدبک ها اینجوری دارم من واقعا نمیدونم چرا میبینم دیگه هیو خیلی دنیا رو سری میتونم ببینم از وقتی مثلا تو میگی من میخوام مو بیارم صحنه ای که میبینم یه درخته بعد یه کمپانی درخته داره میشکونه بعد داره درخته میشه چوب بعد چوب می... دلبه میشه به فکتوری بعد فکتوری اینو شیپ میده بعد یکی دیگه مرده نشسته اینا داره با میزنه به هم دیگه بعد یه خانم ملینا رو میچونه فشار میده و مرد رو پچ پچش میاد استیپل من یهو تمام اینو میبینم که بعد مثلا صحنه ای که میبینم که این پروداکت توی انبار گیر کرده زیر آفتاب چرمه داره خوش میشه میگم که باید یه کیسه دورش بپیچیم که هر تو شطوبتش رو نگه داره مثلا اینجوری بده مثلا میگه چرا الان به این فکر کردی چون تمام پروسس رو تو مغزم توی مثلا ده ثانیه میبینم خلاص خواستم میگم آقا این احساسی که من میدونم من تمام زندگیم دنبالش بودم که یکی بخندونمتون یکم آدمای دور و رو بهتر کنم تو کارشون و موفقیتشون منو خوشحال کنه چون موفقیت منو خوشحال میکنه اصلا واسه مهم نیست کیه حتی دشمنم دشمنم شاید نه بستگی چه دشمنی وقتی موفق میشه خوشحال میشم و هرس میخورم <applause> میفهمم چی میگم یعنی مثلا حتی نه دشمنم اگه من کسی رو دوست نداشته باشم طرف تو کارش خوب باشه چون الان دقیقا به یه شخصی فکر میکنم که آدم واقعا بدیه از نظر شخصیتی آدم از نظر بیزنسی آدم خوبیه از نظر کرکتر آدم تخمیه من با یه آدم مشکل پیدا کردم ولی تو بیزنس خودش موفقه خیلی هم زحمت میکشه و من همیشه وقتی میبینم مثلا یه جایی مثلا میبینم یه چیز مثلا توی یه کاری کریسی فروخته یه کاری گنده انجام داده همیشه مثلا میگم دمش گرم هم. همیشه خوشحال میشم براش بعد همیشه هرس میخورم که چرا یه آدم تخمی باید این شخصیت باشه توی تو که مثلا یه آدم خوبی باشی یا مثلا بهتر چرا تو تو داری میبری کاش مثلا یه آدم حسابی میبرد روی این حساب ولی بهش حسوری نمیکنم میگم اه کسکش کاش بدبخ بشه مثلا واقعا اینجوری نمیبینمش آره اینجوری میبینم چون نمیتونی بگی من مثلا هرس و حسادت و ندارم چون واقعا بیلتینه دیگه, دیگه فانکشنی که با همون میاد دست خودم که نیستش تیفالت اصلا هست و چقدر میتونی کنترلش کنی و چقدر جدی بگیریش دست توه به نظر من من دیگه شخصی که داشتم دلیل که این شخصی تو دارم مامانمه من بچه که مامانم حسود نبود مثلا دوست سرمی زنگ میزد میگفت شوهرم برام مثلا کادو م... تولدم یه بنز خریده و مانم که قط میکرد گوشی و با یه ذوق و هیجان اینو مثلا واسه من تعریف میکرد یا مثلاً, مثلا, اگه مثلا دوستش اونجا مثلا فکر خواهرش اونجا بود یا پرشون گفت شادی مهناز امروز صبح بلند شده داشته میرفته بیرون یهو میبینه یه دونه اینجوری میکشه بعد میبینه یه بنزش خریده کلی حال کرده بود مثلا سه ماه بود داشت دنبال ماشین بود و یه حرفو پیدا نمیکرد شوهرش سوپازش کرده خیلی برام جالب نتوسته رو بفهمه پس مثلا قشن بعد من نمی... خب من بچه بودم بعد میدم اونم هیچ وقت هیت نمیکنه فقط با هیجان میگه و اینا بعد من اینو یاد گرفتم من فکرم همه این جوری هم. من فکرم مثلا همه وقت مثلا یکی دیگه یه ماشین خفن میخره خوشحال میشه تا وقتی که خودم من تو دوستای خودم اول کسی بودم که ماشین خفن خریدم بعد ماشین خفن که خریدم هیچ کسی خوشحال نشد سمیمیتی در دوست من بهم هم کسیه تندیکه رو انداخت اومد با کیسه خریدم داشت میمند جوید ماشین رد شد اصلا وانست ماشین نهار کنه و گفت دوباره ماشین سیاه خریدی ماشین قبلی سیاه بود این هم سیاه بود فقط تنه کامل بود دوباره ماشین سیاه خریدی بعدش هم رفت توی ویلا در رو بست بعد اونجا اولین بایی بود که فهمیدم که او این چیزی که من دارم که وقتی یکی یه یک کار دیگه میکنه مثلا من خوشحال میشم اینو بقیه ندارن اینو بقیه هرس میخورن من نفهمیدم چرا اینجوریه ناراحت کننده هست ولی دنیامون اینه دیگه برای همین به برابکسی که دارن نگاه میکنن مواظب باشین مراقب باشین خوشیاتون شیر نکنین آدمتون هم اگه آدم حسابی نباشه دیگه داستان من حقیقت دیگه یه بچه 20 ساله بی تجربه رو بیاری توی کار بهش کار یاد بدی تا امروز هم داره توی همون فیلد کار میکنه که من بهش یاد دادم چون من بهش کنم که من احتیاج تو بری سری کامپیوتر یاد بگیری ادیت مدیت کنی و که مثلا عکس ها بتونی ادیت کنی وبسایت اون رو بتونی راه بندازی که تو اون پارتش رو ببری بالا قویش کنی منم هم طرف بیزنسی قویش میکنم تا امروز هم تو کار وبسایت و ایناست یعنی <applause> تو امروز هم داره از به خاطر من میخوره چون اونجا داشت نشسته بود یاد میگیره وقتی داشت پول در میابرد اگه من در میبرم میرفت کار میکرد وقت نشت بشه فوتوشاپ یاد بگیره که کار بگیره چهارت در نمیابرد هزار دلار در می آورد بعد پنج برابر کار می کرد ده برابر کمتر پول در می آورد هیچ وقت هم نمیتونست خوش آپدیت کنه این مادر جنده تمام اینا رو میس کرد خوبی منم میس کرد زحمات منم میس کرد رفاقت منم میس کرد مردونگی هم رید توش دیگه یعنی واقعا مواظب باشین پارتنر خوبم با پوریا صحبت کردیم اگه دیده باشین ویدیوشو پوریام حرفش واقعا درسته من اینو قبول دارم نمیتونم بگم چون خودم هنوز اون رو پیدا نکردم چون مثلا بابک و عدنی نیست که اصلا وجود داره ولی اوییدنس نشون میده تمام کمپانیای خیلی 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 خفن دو نفرن دو نفر آدم خوب به هم میخورن یکی میگه آقا من وبسایت رو میدم میسازم تو برو فاکین جنس رو پیدا کن من تو چین دارم میدم با یارو دارم تری پندولا چونه میزنم اینم داره سعی میکنه ببینه چه رنگی استفاده کنه که مردم اعتمادشون به وبسایت بیشتر بشه که راحت تر بتونن پول بدن این دو نفر به هم بخوانند ولی مگه من اگه چیم میگم یارو زنگ بزنم میگم من یه دونه ویدیو دیدم تو تیک تاک که میگه رنگ تاثیر داره برو سریش بخون اونم بگه اوکی بعد من میام آبی آبیو کرده صورتی گوش چره من همیشه این پاد نداشتم همیشه داشتم میگفتم چه گوی بخونم همیشه ها ها. ولی اگه آدم خوب گیرتون بیفته واقعا خواهش رو ببینید یعنی تمام مایکروسافت اپل تمام این کمپانی ها دو نفر درست کردن هیچ یه نفر نبوده به این فکر کنید سه نفر هم نبوده یعنی آره نه سه دو نفر, هم نمیشه حتما دوه. دو نفر دوه. ماجیک دوه. من به بیزینس خودم برمیگردم به همون بحث اول من اول بیزینس رو که شروع کردیم یعنی سه نفر بودیم من و سپهر و امیر بعد هر کدوممون یه چیزی مثلا به تیبل می‌بریم. مثلا من انباری کار میکردم بعد یه انباری مجانی میگرفتم که میتونستیم مثلا این مبلا رو بذاریم توش که مثلا فروش بده سه پهرم تراک داشت یعنی مثلا آره ما فری هم دلیوری میکردیم می آره دیگه بعد من تراک و اینم بید. بعد امیرم که مثلا نبود مثلا چیزی نداشت که مثلا آفر کنه ولی چون تو رفقا بود اومد آره ولی چون رفقا اون بود مثلا خلاصه شروع کردیم باهاش و بعد چند وقت رفتیم دیدیم که چون سه نفریم اصلا پولی در نمیاد یعنی کل سود میره دیگه سه هم می کردیم. بعد دیگه صحبت کردیم و این اومد دستش که مثلا دیگه چیزی مثلا نمیاره خود از نمیکنه و خیلی پیتی برای کام حرف ناره. سختی آدم این صحبت رو دقیقا و خودش هم فهمید دیگه یعنی آدم خوبیه یعنی این مثال خوبیه برعکس چیزایی که اول ویدیو گفتیم این مثلا یه آدم باهوش بود که خودش فهمید و دیگه مثلا رفت کنار دیگه یعنی حتی منم نباید بهش. مثلا منم بهش نگفتم خودش فهمید همچین آدمایی هم هست آره نه ببین حتما هستن که اون وقتی دو نفر کانکت میکنن گنده میشن <applause> خیلی هم مهمه چون اصلا تو بفهمی یه نفر واقعا نمیتونه همه کارو بکنه چون واقعا من یه روز بولا میشم عصبی هم نمیخوام خونه برم بیرون توی دنیایی که داری کار میکنی تو نمیتونی روزا رو دست بدی چون تو روزی که خوندمون ناراحتی یه نفر یه داره دو برابر کار میکنه یه نفر یه تبلیغ میگیره مبل بهتر میگیره داره میره پیکاپ میکنه چیزی <applause> که تو میس کردی واسه همین دنیای بیزنس نمیخوابه و این دو خیلی عدد مهمیه ولی یه آدمی مثل من نتونستم هیچ پیدا بکنم عدد دو رو هر کی اومد نشست جلوی من گفت به خدا من دو هم داستانا رو دیدم شنیدم بعد نفر قبل چی شد من این کارو با تو نمیکنم عین دخترا که مخشون رو میزنیم میگی که سه نفر قبل گفتن که فقط منو میخوان دوست هم دارم بعد تا دادم بهشون رفتن تو دیگه این کار نمیکنی بعد تو میگی نه مگه من میتونم چیکار بکنم بعد تو مغزت میگی چقدر میتونی آدم احمق باشه من اون دختره به داستان بودم توی تو این مثال من جو پسر بودم دوید. تو قول میدی کنه من نذاری اونم میگم نه من قول میدم تا روز آخر با تو کار کنم سهیل بعد به محض این کار یه ما هم دووم نمی آوردن به این فکر کن به محض که به پول میرسیدیم شاکی شاکی می میشد چون مساوی بودیم ولی روزای اول که تمام 100 درصد من کارو کردم انجام نمیدادم یادش نمی ولی الان که بعد 50 درصد کارو انجام یا همه کارو الان اون انجام میداد و اصلا من نمیتونم ب... بر... بعد بشم که ببین من یه کمپانی دیگه دارم که 100 درصدش مال خودمه داره ماهی 30000 دلار پول در میاره من توی اون 5 ساعت کار میکنم بعد تو چه انتظاری از من داری که من بیام تو کمپانی که الان داره مثلا 10 تا در میاره هم کار کنم تو چرا نمی نمیبینی که من با مثل سک کار کنم که کمپانی به اون کمپانی برسونم اگه اون سیتا در میاره اینم باید بتونه سیتا در بیاره تو چرا به این فکر نمی کنی خب اگه ما سیتا در میاریم من فقط اونقدر پونزده هزار دلار میبرم بعد تکس و اینا چیزی نمیشه بابا کوسش تو واسه هزار دلار مثل سگ کار میکردی حالا 15 دلار پول نیست اصلا نمیدونی چه مادر جندگی این دنیا آقا از هست... نمیدونم چه جی بگم دیگه دمتون گم که واقعا کامنت میذارین نظراتتون میگین من که میبینین میخونم همه رو تقریبا همه رو جواب میدم اگه بعضی ما میس میکنم و اینا خب بالاخره دیگه وقت لیمیتده واقعا کم میارم یعنی امروز علی از صبح که بالاخره دیده من حتی وقت نکردم آب بخورم واقعا چه شما با کردم با تلفن بودی آخرم چیز داشته میدون. یه ساعت داشتم یه ساعته داشتم صبح معمولا میذارم یه صبحمو یکی دو تا میگیرم الان مثلا فردا دوباره دارم امروز دیشب خواب بودیم یکی دوباره بوک کرده از اون کسی بوک نمیخوام نه اسمش نمیخوام بگم چون پرایوسی دیگه انیویز کاستوم پرایوسی آره نه میگم اوکی okay, بعد از این داستان من بود سه سامری فقط یه بار تکرار میکنم وقتی که بریم به نفر واسه یه بیزنس دیل یه چیزی تو مغزتون هست یا قولی به یارو میدین بعد بعدا میفرین قولتون اشتباه بوده یا به ضررتون بوده یا فکر نشده بوده این تا اینجا همه چیم اوکیه اینی که شما بیاین آدم تخمی بشین و بگین من دیگه نمیخوام تو این باشم این کار هیچ جوری اوکی نیست شما مسئولیت قبول کنیم مثل آدم درسته حسابی بگی که اوکی من این کار رو خودم کردم من این نظر رو رو خودم دادم پس پاش وای میستم کوسچر مثلا که زیاد داریم که خربازه میخوره پای لرزش میشینه دیگه اوکی میگی که کار گور خوردم بعد وایسم پاش کاملا اوکی بیا با طرفت صحبت کنی که بگی آقا من این موضوعی که گفتم و فکر میکنم کم فکر شده بوده دارم میخواد اگه میشه یه ریوایزی با هم بکنیم اگه من برگردم میگم نه این چیزی که ما صحبت کردیم باید قبول کنی من نوعی من سوهل نمیگم نه من باید را میگم. چون من میخوام دنیا خوب باشه گفتم ولی اگه جیمز باند اونجا بود جیمز باند گفت نه کس کشه چاقال تو گفتی 28 داد تو بگی میفهمم کی فکر میکنی حاضر باشیم اینو عوض کنیم بعد اون موقع اون کونی هم برمیگرده میگه هیچ وقت بعد اونجا تو میتونی بگی که نه این دیگه خیلی آن آنفر داره میشه من مثلا پس در ازا چیکار میخوای واسه من بکنی حاضر به من مای 5 دلار بیشتر پول بدی به خاطر کاری که من دارم میکنم من مثلا پول بگیرم و اون میگه آره من 5 دلار بهت ماهی بیشتر میدم ولی دیگه اگه کمپانی به 10 میلیون رسید تو همون دوی ماهی 5 دلار تو میگیری حالا مثلا 5 دلار میکنیم 10 دلار 20 دلار حقوق میگیری ولی نه درصد همون 28 داره دیگه نمیتونی عوض کنی وقتی خودت گفتی با حرفتون وایسیم